بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. بار الله به آنچه رضای تو برانه است ما رو موفق بدار، از آنچه ناخشنودی ما رو برحذر کن. در گذر عمر لحظه ای ما رو به خود وا مگذار، عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما. طبق حدیثی رو که دیشب عرض کردیم، 10 صلوات رو به محضر مقدس مولای متقیان سلام الله علیه تقدیم کنیم با 1 صلوات بلند. بقیه رو دیگه آهسته، حالا یا 9 تایی دیگه یا 99 تایی دیگه یا 999 تا دیگه، ولی هرکس هر چه خواست 100 تا رو میگه. خب حاجا همتشون خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در سور دمیده می شود، همه آنها که در آسمان ها و زمینند مدهوش می شوند مگر کسانی را که خدا بخواهد. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. مجددا در سور دمیده می شود، به ناگاه مردم قیام می کنند و صحنه قیامت رو نظاره می کنند. عرض کردیم انشاءالله در این 4 شب مباحثی رو پیرامون معاد عرضه بداریم. 2-3 سالیست من یه مقداری به نکته ای توجه می کنم و به همین مناسبت یه مقدار بحثای معاد رو بیشتر طرح می کنیم. البته بحث معاد هم به قدری گسترده هست که خیلی جای بحث داره، حالا در شبهای معدود به نکاتی میشه پرداخت. اون نکته ای که توجه ای حقیر رو جلب کرده اینه که بحث معاد یه مقداری مقفوله در زمان ما، مورد غفلته. نه اینکه اعتقاد به معاد وجود نداره. چرا؟ از هر مسلمانی، هر مسجدی، هر نمازخونی بپرسیم قیامت و آخرت هست، میگه آره به حضرت عباس راست. و اما به حضرت عباس که میگم، یه حاجه‌های حریری بود، پیر مرد روحانی منبری، خیلی هم شوخ بود موقعی که ما دانشجو بودیم. یکایی رو منبر میگفت به حضرت عباس قیامت راست. حالا من یعنی از ایشون به یاد دارم. ولی نکته مهم اینه که گاهی از این معادی که ما بهش اعتقاد داریم غفلت میکنیم. نه گاهی که زیاد. خیلی ممنون بشم. یعنی حالا با یه توضیح مختصری عرض میکنم. ما به خدا ایمان داریم، خدا رو باور داریم، اما غیر از این که باور داریم با او زندگی میکنیم، حس میکنیم خدا رو. مرحله اعتقاد 1 مرحله است، مرحله احساس قلبی مرحله دیگری است. تنها اعتقاد کافی نیست، اعتقاد لازمه اما کافی نیست. باید یه مسئله رو آدم باش درگیر باشه، حسش بکنه. ما با خدا زندگی میکنیم، حالا به درجات مختلف، بعضی ها خیلی، بعضی ها مثل من یه خورده.
اما در شبانه روز سر و کار داریم، دعا میکنیم، مییابیم. و هنر نماز همینه که اعتقاد ما رو میاره حسی میکنه، قلبی میکنه برای ما. خدایی رو که باور داریم ازش غافل میشیم. وقت نماز میایم میگیم الله اکبر، او رو به عظمت یاد میکنیم، خدا حسی ما میشه، با او حرف میزنیم، با او سخن میگیم، ازش حاجت میخوایم، در برابر او کوچکی میکنیم، به خاک میفتیم. یعنی اعتقاد ما با نماز خوندن حسی میشه، یک امر قلبی میشه. این هنر نمازه. اونایی که نماز نمیخونن میگن همینطوری با خدا حال میکنیم، شیطان یه کلاهی تا کمر رو سرشون میذاره. مگه میشه آدم فرمان خدا، دعوت خدا رو زیر پا بذاره بعد بگه همینطوری با خدا حال میکنه؟ اونم به خصوص در نماز که یک پذیرایی الهیست. وقتی صاحب منزل دعوت میکنه، امکانات پذیرایی رو فراهم میکنه. وقتی خدا بنده مؤمن رو به حضور میطلبه، یک ضیافت آسمانی برای او تشکیل میشه. از صلات و معراج المؤمن، واقعا معراج یک خصوصیتی در نمازه. وقتی مؤمن به نماز میسته، در تمام مدت نماز، همین که او میگه الله اکبر، حاله ای از نور از نوک قدم او او را احاطه میکنه تا عالم بالا. به هر حال ما خدا رو حس میکنیم، باش کار داریم تو زندگی کم و بیش. به برکت مجالس امام حسین علیه السلام و زیارت بیوت اهل بیت و حرمهای مطهر که پریشب بحثشو داشتیم، دیشبم اتفاقا توضیح داده شد، ما با ائمه هدا یکم زندگی میکنیم. حالا بعضیا خیلی، بعضیا کمتر، ولی ارتباط داریم. تنها اعتقاد نیست، اعتقاد بسیار خوبه ولی کافی نیست. این عزاداری ها، سینه زنی ها، اینا بسیار اثرگذاره. یعنی مسئله رو از مرحله اعتقاد میاره تو حس قلبی، مرتبط بودن. و این نکته بسیار مهمی است، گاهی ازش غفلت میشه. دین درسته، دین ما یک دین عقلانی است، در این شکی نداریم، اما حسم باهاشه، قلبم باید با او درگیر بشه، همراه باشه. باید خدا رو دوست داشت، فقط قبول داشتن کافی نیست، دوست داشتن یه امر قلبیه. والذین آمنوا اشد حبا لله. ما با ائمه هدا یکم زندگی میکنیم. اما اگر دقت کنیم، حالا من تا یه مقداری که من دقت کردم تو این سالهای اخیر، مردم ما به معاد ایمان دارن، بپرسیم همه قبول دارن، اما کمتر حسش میکنن. دلایلی هم میتونه داشته باشه. یک دلیلش این شیوع تفکر اومانیستی و دنیا محوری که بر همه دنیا سایه شوم خودشو انداخته، حتی بر جوامع اسلامی. دنیای غرب رو بلعید تفکر اومانیستی، جهان اسلام رو نتونست ببلعه، ولی اثر گذاشت. یه جهتش ممکنه این عرفانهای ساختگی باشه که توجه به بهشت و جهنم رو منفی تلقی میکنن و امثال این. حالا به دلایلش کار نداریم، ولی این هست. در حالی که ما اگر قرآن رو مرور کنیم، میبینیم که بخش عظیمی از قرآن، بعضی ها گفتن تا حدود 2000 آیه درباره معاد و جهان آخرت سخن میگه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. از 6236 آیه، بعضی ها در یک شمارش گفتن حدود 1400، بعضی از نویسندگان گفتن تا حدود 2000 آیه. یعنی مسئله بسیار مهمه و زندگی ماست. خب ما باید معاد رو هم حس کنیم. این آسیب زمان ماست، همیشه اینطور نبوده. در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، مردم عالم آخرت رو خیلی یاد می کردن، بهشت و جهنم رو بسیار یاد می کردن.
یه حدیثی است در فروع کافی کتاب صلات، داره امام صادق سلام الله از امام صادق سلام الله علیه داره که پیغمبر اکرم یکی از حجره های خودشون رو داشتن ترمیم میکردن، مثلا روزنه‌شو میگرفتن اینا. یه نفر از اصحاب عبور میکرد، گفت یا رسول الله الا اکفیک، اجازه میدید که این کار رو من انجام بدم؟ پیغمبر اکرم فرمودن که شأنو که، اگه دوست داری مانعی نداره. این اومد یه مقداری کمک کرد به پیغمبر اکرم، بعد داشت میرفت، حضرت صدا زدن او رو، فرمودن یا فلان، بهش فرمودن که حاجتو که، یه چیزی بخوا، چی میخوای؟ این خب کرامت اولیاء خدا بود، اگر کسی خدمتی در حق اونها انجام میداد یه عنایتی بهش میکردن. فرمودن حاجتو که، چی میخوای؟ اینم نامردی نکرد، گفت یا رسول الله الجنه، بهشت. پیغمبر اکرم سرشون رو زیر انداختن، فاترق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب کسی که تو دنیا هنوز وعده بهشت بهشت دادن کار مشکلیه، امتحانها بعد از این معلوم نیست چی بشه. ما خیلی ها رو دیدم آخرای عمر به خاکی رفتن، ولی به هر حال خود پیغمبر فرموده بودن، بالاخره سر مبارک رو بلند کردن، فرمودن که نعم باشه. این خوشحال شد، داشت میرفت، صداش زدن، فرمودن که یا فلان اعنی به طول سجود، من به تو وعده بهشت دادم، اما در بهشتی شدن خودت به من کمک کن با طول دادن سجده، اعنی به طول سجود. خیلی جالبه، اگر خداوند یک نماز رو از کسی بپذیره، شاید یک سجده هم من دیدم، لم یعذبه، دیگه او رو عذاب نمی کنه. با طولانی کردن سجده در بهشتی شدن خودت به من کمک کن. حالا من این حدیث رو خوندم که یه سوال بکنم. قبل از خوندن این حدیث، اگر در جمع ما یه فرض کنید که فرشته الهی حضور داشت، میگفت که هر کدوم یک حاجت مستجاب دارید، مثل همین که پیغمبر به او فرمود حاجتو کرد، کدوم ها میگفتیم بهشت؟ احسن. یعنی من منظورم اینه که ببینید یک قفلتی از بهشت و جهنم و از عالم آخرت در بین متدینین وجود داره، اعتقاد دارن، نه اینکه اعتقاد ندارن، حس کمتر وجود داره. به هر حال ما موظفیم که این حس رو ایجاد کنیم در خودمون. اولیاء خدا نسبت به بهشت و جهنم حساس بودن. درباره امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه روایتی است از امام زین العابدین علیه السلام، حالا به مناسبت هم خوبه اینو عرض کنیم. فرمودن ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین مردم در زمان خودشون بودن، و از حدهم از همه زاهدتر بودن، و افضلهم با فضیلت ترین مردم بودن، و کان اذا حج حجا ماشیا، وقتی به سفر خانه خدا می رفتن پیاده می رفتن، مرکب بود، سوار نمی شدن، به سوی معبود دارن می رن پیاده، و ربما مشا حافیا، گاهی پا برهنه می رفتن، یا در مواقعی پا برهنه می رفتن، و کان اذا ذکر الموت بکا، یاد مرگ می کردن گاهی گریه می کردن، و اذا ذکر القبل، اذا ذکر الموت، اگر حرف مرگ زده می شد می گریستن، و اذا ذکر القبر بکا، اگر یاد قبر می شد گریه می کردن، و
اذا ذکر البعث و نشور بکا، اگر از قیامت و حشر و نشر سخنی گفته می شد امام مجتبی گریه می کردن. و اذا ذکر الامر و علی الصلات بکا، وقتی که از عبور صلات بر صراط سخن گفته می شد می گریستن. و اذا ذکر الارض الاکبر علی الله تعالی، اگر صحبت این می شد که در روز قیامت در عرضه اکبر به پیشگاه خدا باید عرضه بشیم، اونجا بایستیم، اعمال ما مورد ارزیابی قرار بگیره، شهق شهقتن، حضرت گاهی صیحه ای می زدن. و کان ازا قام فی صلاتهی ترتعد و فرائصه بین یدی ربهی عز و جل، موقعی که به نماز می استادن اعضاء حضرت به لرزه می افتاد. و کان ازا ذکر الجنت و النار ازترب ازتراب السلیم، بهشت و جهنم رو که می گفتن مثل انسانی مارگزیده به اصطلاح مسترب می شدن. و سعل الله تعالی الجنه، از خداوند درخواست بهشت می کردن. و تعوذ بهی من النار، از خداوند به خداوند پناه می بردن از آتش. این ائمه خدا بودن، یعنی قیامت براشون حساس بوده. در سوره هل اتی در ارتباط با چه کسانی نازل شده؟ چهار نور مقدس که البته بعد به بقیه اهل بیت هم شمول پیدا کرد، امیر المؤمنین، هست زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، که نذر روزه کردن، سه روز روزه گرفتن، قضای افطار رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن. این سوره در شأن اوناست. در این سوره اینا میگن انما نطعمکم لوجه الله، ما برای خدا شما رو اطعام میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداشی از شما میخواهیم و نه تشکری. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما نسبت به قیامت که روزی است دژم و گرفته ما از خدا خائفیم. حالا ولو بگیم برای امتم خائف بودن، خائف بودن، توجه داشتن به بهشت و جهنم، بهشت و جهنم براشون مسئله بوده اولیاء خدا. به هر حال ما باید این حس رو یکمی در خودمون ایجاد بکنیم. خب من این مقدمه رو عرض کردم که توجه به بحث معاد رو عرض کنیم، خیلی اهمیت داره. و اما بایستم یکم راحت ترم هم مسلط رو. و اما اون که خوبه، خب صلوات خب بازم صلوات اینا هست. بله، حالا آیات مربوط به قیامت رو هم اینجا انداختن که باید نشونم بدیم. خب با این مقدمه ما چهار شب که الان البته سه شب و نیم میشه دیگه، چون نصفش رو مقدمه گفت،
میخوام بحثی رو درباره معاد عرضه بداریم انشاءالله تعالی. با یه حدیث بحث رو آغاز میکنیم که این حدیث به ما توجه میده. از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که ان لله ملکاً ینادی کل لیله، خداوند فرشته ای دارد که هر شب مردم رو صدا میزنه، میگه یا ابنا العشرین جدو وجتهدو، 20 ساله ها پاشید دامن همت به کمر بزنید. 20 سالگی سن تصمیم گیری برای عمر هر کس در این سنین خطی رو دنبال میکنه، معمولا تا آخر همون راه رو میره. بنابراین باید در سنین جوانی و 20 سالگی آدم تصمیم بگیره که در راه خدا گام برداره، نه در راه نفس و نه در تبعیت از شیطان. میگن یا ابنا العشرین جدو وجتهدو، 20 ساله ها پاشید دامن همت به کمر بزنید. و یا ابنا الثلاثین، 30 ساله ها، لا تغرنکم الحیات الدنیا، مواظب باشید زندگی دنیا شما رو نفریبد. چون 30 سالگی دیگه آدم معمولا کسبی، شغلی، نمیدونم خانه ای. و یا ابنا الاربعین، 40 ساله ها، همش هم با توجه به آخرته. ماذا اعددتم للقاء ربكم، برای ملاقات با پروردگارتون چی آماده کردید؟ و یا ابنا الخمسین، 40 ساله ها، گویا باید تا 40 سالگی آدم بارشو بسته باشه، خونشو ساخته باشه، از 40 به بعد رنگ و روغن بزنه، تا 20-25 منحنی عمر آدم رو به صعوده، بعد ثابت میشه تا 40 سال، از 40 دیگه سیر نزولی طی میشه. سن 40 رو گفتن سن کمال عقل. اگر کسی 40 سال بر او گذشت به فکر اصلاح خودش نیفتاد، دیگه امیدی بر او نیست. یک بخواد امیدواری باشه تا اون موقع است. به 40 ساله ها میگن که ماذا اعددتم للقاء ربكم، برای ملاقات با پروردگارتون چی آماده کردید؟ و یا ابنا الخمسین، 50 ساله ها، آتاکم النذیر، هشدارها به سراغتون اومده، علائم نزدیک شدن مرگ هویداست، رنگ موها عوض شده، قدرت زانو تقلیل پیدا کرده و خیلی چیزایی دیگه. و یا ابنا از 60، 60 ساله ها، زرعون آن حسادهو، عمر شما کشزاری بود که موقع درو او رسیده. من این حدیث رو از قبل 20 سالگی میخوندم، همینطور دیدم، برام فوق العاده جالب بود. مرتبم میگفتم تو مجالس، تو کلاس ها. یه دفعه اون موقع خب با اولین مرحله تطبیق داشت، 20 سالم بود، یه دفعه دیدم من مشمول بند دومم، یا ابنا از سلاسی. یه خورده گذشت دیدم که ابنا الاربعین شدیم، 40 سال. یه خورده گذشت، بقیه شو دیگه نمیگم برات. بالاخره حدس ها، مگه حدس بزنین؟ حدس رو میشه زد خلاصه، ولی به هر حال. و یا ابنا از 60، 60 ساله ها، زرعون آن حسادهو، کشتزاری بود عمرتون. آدم با دقتی حدیث رو دنبال کنه، عمر شما کشتزاری بود موقع دروش فرا رسیده.
و یا ابنا از سبعین، یعنی آدم دیگه 60 سالگی باید جمع و جور کنه، و یا ابنا از سبعین 70 ساله ها نودی لکم فعجیبو، صداتون زدن جواب بدید. ملک الموت پشت دره، اگه گوشتون رو تیز کنید صدای دعوت او رو میشنوید. بنده خدایی بود توی محفلی یه کاری بهش پیشنهاد کردن، تو همین سنین 65-70 بود، گفت نه دیگه تو رو خدا، من دارم صدای کلنگ رو میشنم. حالا واقعا در 70 سالگی. و یا ابنا از ثمانین 80 ساله ها، اتتکم الساعت و انتم غافلون، قیامتتون رسید هنوزم غفلت. خیلی بد آدم تو سنین بالا. چون چرا قیامت رسید؟ چون در حدیث داریم اذا مات الرجل قامت قیامته، همین که آدم بمیره قیامتش برپا شده به معنای واقع ها. چرا؟ چون ما وقتی به خواب مرگ فرو بریم، این اول نکته درباره معاده که حالا امشب عرض کنیم، وقتی به خواب مرگ فرو بریم، مرگ شبیه خوابه. در روایات ما میگن مرگ جز همین خوابی که در هر شبانه روز شما تجربه میکنید چیز دیگری نیست. او طولانیه تا قیامت، وگرنه ماهیتش یک چیزه. خواب یه خورده غلیظتر میشه، میشه بیهوشی، یه کمی غلیظتر بشه میشه مرگ، که ارتباط آدم با بدن قطع میشه. وگرنه تو خواب ما دیگه با این بدن کاری نداریم، با این چشم نمیبینیم، با این گوش نمیشنویم. یه حقیقته. پیغمبر اکرم میفرمودن کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، همان گونه که میخوابید میمیرید، همان گونه که بیدار میشوید مبعوث میشوید. دقیقا هم همینه. من همون زمان جوانی حدیث رو که شنیدم خیلی دقت کردم ببینم چطوری آدم میخوابه. نشد، چون آدم تا حواسش هست ای وره، یه لحظه بعدم اون وره که دیگه. مگه گاهی یه خورده ای آدم حالت بینابینه. وقتی از خواب بیدار میشدن میفرمودن الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور، سپاس خدای را که من رو زنده کرد بعد از آنی که من رو میرانید. خواب رو معادل مرگ میگرفتن، بیدار شدن رو معادل زنده شدن. تعبیر قرآن هم همینه. تعبیر قبض روح رو قرآن برای مرگ به کار میبره، برای خوابم به کار میبره. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، خدا انسانها رو موقع مرگ قبض روح میکنه، اونی که نمرده موقع خواب قبض روحش میکنه. صریح قرآنه. در آیه، این آیه 42 سوره زمر بود، در جای دیگری میفرماد که هو الذی یتوفاکم باللیل، شب خدا شما رو قبض روح میکنه. و یعلم ما جرحتم بالنهار، میدونه روز چه میکنید. ثم یبعثکم فیه، روز شما رو مبعوث میکنه. عین تعابیر مرگ و بعث رو برای خواب و بیداری به کار میبره. خب ما وقتی که بیدار میشیم به خواب، به زمان خواب بیتوجهیم، خوابامونم یادمون میره، یک صدم خوابهای ما یادمون نمیاد. یه چیزایی گاهی خدا میخواد یادمون میاد. کسایی که دوره بیهوشی میگذرونن وقتی بیدار میشن همه رو فراموش میکنن. مرگم همینه. وقتی که در قیامت بیدار شدیم تمام برزخمون رو فراموش میکنیم. اولا احساس میکنیم خواب بودیم نه مرده. واقعیتش هم همینه، چون حالا بعدن میگیم بدنها در دل خاک وقتی بازسازی میشه انسان خوابه،
وقتی با نفخ صور دوم از قبر بیرون بیایم تازه بیدار میشیم و بعد فکر میکنیم که خواب بودیم. وقتی هوا میخوره قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وای بر ما، چه کسی ما رو از خوابگاهمون بیدار کرد. پا میشن میبینن نه بیمارستانیه نه خونهیه، اینجا کجا هست؟ یواش یواش متوجه میشن هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. این همون صحنه ایست که خدای رحمان وعده داده است. پیامبران راست گفتن، گفتن قیامتی هست. اینجا انکار میکنن، اونجا میگن راست گفتن. خب پس ما وقتی که بمیریم یه روز بعد تو قیامتیم با احساس عروج. البته در برزخ ماجراهای زیادی ممکنه باشه، برای بعضیا بیشتر برای بعضیا کمتر، ولی وقتی بیدار شدیم همه رو فراموش میکنیم. نه اینکه ماجرایی نبوده، برزخ سر جای خودشه. احساس میکنیم نیمروزی در خواب بودیم. این متن قرآنه که انهم در آیات آخر سوره نازعات میگه یسالونک عن الساعت ایان مرساها، درباره قیامت سوال میکنن کی خواهد بود. فیما انت من ذکراها، یا رسول الله بیان تاریخ قیامت چه خاصیتی داره؟ برای چی میخوای انگیزه داشته باشی بگی؟ حالا شما بگو 4251 سال دیگه، بگی حالا کی گفته؟ میگفتن به او روزه خوره، گفتن مگه تو نمیدونی هر یه روز روزه ما رمضون رو که میخوری باید 60 روز کفاره بگیری. گفت خب کفارش هم میخوری. یعنی وقتی کسی بی حیا بود، حالا بگن که 5200 سال دیگه، میگه حالا کی گفته؟ الا ربک منتهاها، مهم این است که پایان کار به سوی پروردگار توست. انما انت منذر من یخشاها، تو کسی را میتوانی انذار کنی و هشدار بدی که یه نگرانی تو دلش باشه. یه دانش آموزی، دانشجویی باید نگران درس باشه، آدم بهش تذکر بده. او که بیخیاله، حالا هرچی تذکر بدی. میگه برو بابا، کاری نداره. بعد تاریخ میگن، میگن حالا یه تاریخی براتون میگیم که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. وقتی که مردم بیدار بشن، ادل خاک بیان بیرون، قیامت رو ببینن، احساسشون اینه که یه شب تا صبح خواب بودن یا یه صبح تا شب. از برزخ، از مرگ تا قیامت رو انقدر حس میکنن. دو تا مثال قرآن میزنه. یک، عزیر پیامبر. اما تهالله مئت عام، بر قریه ای عبور کرد. این قریه فرو ریخته بود با زلزله ای چیزی. سالها گذشته، اجساد مردگان پوسیده، قلمهای استخوانی باقی مونده. با خودش گفت که انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدا چطوری اینا رو زنده میکنه؟ یا کی؟ کیفیت، نه اصل احیا. راجع به کیفیت سوال شد. فاماته الله مئت عام، خدا همونجا او رو 100 سال میرانید. ثم بعثه، بعد زندش کردن. خطاب بهش رسید که قال کم لبست عزیر، چه مدت اینجا هستی؟ قال لبست و یوما او بعض یوم، گفت یک روز نصف روز. حتما فکر کرده خواب بوده بیدار شده. اگه میدونست مرده به ایزودی جواب نمیداد، میگفت من چه میدونم چند سال مردم. یه خورده شرایط رو نگاه کرد، گفت فکر کنم یه روز نصف روز خواب بودم. قال بل لبست مئت عام، گفتن نه تو 100 سال مردی اینجایی. این یه موردشه. یه مورد اصحاب کهفن، 300 و خورده ای سال مردن یا در خواب آنچنانی بودن، وقتی بیدار شدن به همدیگه گفتن خیلی خوابیدیم، مثل که یه روز خوابیدیم. لبسنا یوما او بعض یوم، حالا بشه 3000 سال همینه، بشه 5000 سال. ما وقتی در قیامت
سر از خاک برمیداریم احساس میکنیم که نیم روزی خواب بودیم، دیگه برزخمون رو فراموش میکنیم، دنیا به یاد ما میاد، پا میشیم دنبال شرایط میگردیم، یادمون میاد که تو بستر بودیم، اطرافیان ما بودن، لحظاتی دیگه چیزی یادمون نمیاد، ولی نه او خونه هست و نه بیمارستان هست و نه خیابون هست و یک دشت وسیع همه از خاک دارن در میان، تازه میفهمن این همون قیامتیه که خدا وعده داده. به هر حال در قیامت این چنینه. به 80 ساله ها میگن قیامتتون رسید، یعنی شما امروز و فرداست که تو صحنه قیامتین. با این نگاه قیامت ما چندان دور نیست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، مردم قیامت رو دور میبینن، ما نزدیک میبینیم. هر کس میتونه تخمین بزنه، همسن و سالای بنده دیگه خدا باهاشون همراه باشه، براشون بسازن، ده 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، بیشتر که نمیشه دیگه. جوانای مجلس ما مثلا چقدر بگیم، 50 سال دیگه بیشتر بیاری، 60 سال دیگه بیشتر که نمیخواییم که آدم و آخرا خودش حوصله‌اش سر میره، خیلی خبری نی این دنیا بمونیم چیکار. به هر حال همه 50-60 سال دیگه همه ما همدیگه رو تو قیامت میبینیم. گاهی من تو کلاس ها شوخی میکنم، به بچه ها میگم که خب من که حساب میکنم 15 سال دیگه تو قیامت، امیدواریم از کسانی باشیم که پرونده ما رو از سمت راست میدن. قرآن مژده میده، حالا انشالله راجع به این پرونده بحث میکنیم، میگه و اما من اوتی کتابه به یمینه، کسی که پروندهش رو از سمت راست به او بدن، فسوفه یا حاسبه حساب یسیر، هم زود به حساب او میرسن هم آسان به حسابش میرسن، و ینقلب الى اهله مسرورا، شادمانانه به سوی اهل خودش میره. ما امیدواریم که مثلا یه 20 سالی حسابمون بیشتر طول نکشه. به یه حاجه های محدث معلم قرآن آدم وارسته ای گفتم شاید 20 سال بیشتر مطل نشیم، گفت 20 سال خدا پدرتو بیا مرزه، بعضیا صدها سال تو قیامت معطل میشن. روایت عجیبی میدیدم من، مؤمنی هست در قیامت حساب و کتابش تمام میشه، جاشم تو بهش بهش نشون میدن، ولی یک گناه داره که پاک نشده، باید یه گناه کبیره باشه، مؤمن بوده اما شده توبه هم نکرده، 100 سال معطل میشه تا حل و فصل بشه بعد بتونه بره به بهشت. حالا ببینید جای آدم هم نشون بدن، 100 سال تو قیامت علافیه این مدت رو بکشه، چقدر سخته. میارز آدم گناه بکنه، حالا شاید این لذت گناهی چند دقیقه بیشتر نبوده. به هر حال به 80 ساله ها میگن که اتتکم الساعت و انتم غافلون، قیامتتون رسید هنوزم در غفلتید. ثم ینادی، بعد دو دفعه این ملائکه، این ملک صدا میزنه، میگه لولا رجال خشع و عباد رکع و سبیان رزع و انعام رتع لصبت علیکم العذاب و سب، اگر 4 دسته نمی بودند به شدت عذاب نازل می شود. مردان خاشع، بندگان اهل رکوع، اطفال شیرخوار که گناهی ندارند، 4 پایان زبون بسته ای که به چرا مشغوله، به صدقه سر این 4 دسته عذاب نازل نمیشه، وگرنه عذاب نازل میشد. این همه روگردانی از خدا، این همه خلایق نعمت خدا رو مصرف میکنند و کفران میکنند، بر علیه او موضع میگیرند، به معصیت او راحت تن میدن. خب اینا مستحق عذابه، اما خدا به خاطر
ای خوبان ای کار رو نمی کنه. روایت دیگری رو عرض کنم. یه روایت به این مضمون بود که اگر اهل معصیت بدانند که به صدقه سر و به دعای بیدار دلان شب و اهل تقوا زندند، به خاک پای اونها تبرک می جوین. اصلا خدا به خاطر اهل دل، اهل تقوا نگه می داره کلاسو، وگرنه اگر مثل یه قومی، قوم فرض کنید لوط، قوم نوح، همه برن اووری، دیگه کلاس موندنش دلیلی نداره، کلاس رو تعطیل میکنن، کما اینکه کلاس اونا رو تعطیل کردن. میگه اگر این چهار دسته نمی بودند، عذاب به شدت نازل میشد. خب این یه نکته درباره قیامت، نکته بسیار مهمی هم است، کمتر بهش توجه شده. زمان قیامت کیه؟ نمیدونیم، ولی به یه معنا میدونیم، با احساسی که ما در روز قیامت خواهیم داشت یه روز بعد از مرگ ما. این متن قرآنه. کرارن هم قرآن این بحث رو مطرح میکنه. لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث. شما در کتاب خدا موندگاریتون تا روز قیامت ادامه داشته، الانم روز قیامته. بعضی ها معنا میکنن میخواد بگه عمر دنیا کوتاه بوده، اما ربطی نداره. اولا مردمی که تازه از قبر بیرون اومدن که عمر آخرت رو تجربه نکردن که بگن عمر دنیا یه روز بود در برابر آخرت. یه 5000 سالی بگذره بعد بگن دنیا مثل یه روز بود. اینا تازه از قبر بیرون اومدن میگن یه روز نصف روز. بعد قرآن دوتا نمونه میده، اصحاب کهف و عزیر پیامبر، اینا دوره برزخشون رو فراموش کردن، 100 سال و 300 سال رو گفتن یه روز، 3000 سالم بود میگفتن یه روز، 5000 سالم بود میگفتن یه روز. وقتی که بیدار بشیم در صحنه قیامت، احساس ما این خواهد بود که یک روزی در خواب بودیم، نیم روزی در خواب بودیم. این زمان قیامته. حالا هر کسی تخمین بزنه کی تو قیامته. خیلی خوشخیال باشه یه بنده خدا، یکی از این مجریان سیما یه موقع میگفت من میخوام 250 سال زنده باشم. گفتم خیلی خوب، حالا فرض کن سال 240 ده سال دیگهش مونده، بالاخره تموم میشه دیگه، 250 سال هم باشه تموم میشه. بعدم اگه دست ما بود که خب ما جوری دیگه عمل میکردیم. مقدرات ما یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، او زنده می کند، او می میراند و الاخر. خب این یه بحث. اما یه سوال دوم، مکان قیامت کجاست؟ بله، دنیا یعنی کجا؟ یعنی یه قیامت واقعی نداریم؟ نه نه، این قیامت نیست، اینا تعابیر ذوقیه. متن قرآن و روایات یه چنین چیزی ندارن. یه قیامت واقعی است، یوم یقوم الناس لرب العالمین. همه از قبرها سر در میارن، در برابر خدا قرار میگیرن. واتقوا یوما ترجعون فیه الالله. نه، واقعا قیامتی هست، واقعا بهشتی هست، واقعا جهنمی هست. بله، جهنمی ها که میرن به جهنم، اعمال خودشون هم عذابه، اضافه میشه. بهشتی ها که به بهشت میرن، اعمال خودشون هم باهاشونه، درسته. اما نه اینکه جایی به نام بهشت نیست، بهشت عمل خود ماست، خلاف قرآنه. آیات قرآن رو با اندک دقتی متوجه میشید که اینطور نیست. بهشت وجود داره، یه جاییه که همه متقین اونجا جمع میشن. جهنم وجود داره، لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. به شیطان میگن جهنم رو از تو و تابعین تو پر میکنی. هم جهنم وجود خارجی فیزیکی داره و هم بهشت. البته اعمال ما هم اونجا تجلی نعمت داره یا تجلی عذاب داره، اونم به جای خودشه. ولی که بعضیا میگن اصلا بهشت و جهنمی نیست جز خود عمل ما، این خلاف قرآنه. نه،
یعنی همین توجه به همین آیات اولیه بکنیم میفهمیم که این مطلب اینطوریست. اما یه قیامتی وجود داره. قیامت کجاست؟ بله در زمین. احسنتو. نکته دوم این که محل خروج ما از قبر و برپایی قیامت همین زمینه. این بحث رو در خلال آیاتی که بهش میپردازیم انشاءالله ارزیابی میکنیم. تصوری که بعضی ها از قیامت دارن، خیال میکنن که تمام کائنات به هم میریزه. یه زمانی زمین مرکز عالم تصور میشد در هیئت بطلمیوس. تو اون تصور اگه مرکز به هم بخوره عالم به هم میخوره. الان میدونیم این حرفا نیست. زمین در برابر کائنات از یک دانه کنجد که ما روی اقیانوس بیاندازیم به مراتب کوچکتره. خیلی، من یه محاسبه سرانگشتی کردم، شاید میلیاردها برابر کوچکتره. خب خدا میخواد قیامت زمین رو برپا کنه، کل کائنات رو به هم میریزه. اگه میگفت این کارو میکنم قبول میکردیم، ولی چنین چیزی نداریم. ما یک آیه در قرآن نداریم که بگن کائنات نابود میشه، عالم ماده از بین میره، خورشید نابود میشه. تکویر به معنای پیچیدن، نه به معنای نابودی و نه به معنای تاریخی. میگن کورت الامامه یا کورت الامامه، امامه رو پیچید. چیزی که دور میپیچه میگن تکویر. یه پیچش عظیمی در قیامت در خورشید به وجود میاد. الان هم گاهی میشه گردابهای عظیمی ایجاد میشه، منتها در قیامت اون خیلی طوفان عظیمی خواهد بود. هیچ کجا نداریم که زمین به کلی نابود میشه. بله تحولاتی در زمین پدیدار میشه، پوسته روی زمین متلاشی میشه، که این رو انشالله اولین بحثی است که باید عرض کنیم. از اون طرف آیات صریح روشن داریم که شما از زمین بیرون میاید. یه جا آیه 25 سوره اعراف، در آیه قبل هبوط بنی آدم و ذریه آدم رو مطرح میکنه. بعد از ماجرای حضرت آدم خطاب شد که برید به زمین. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. شما در زمین قرارگاهی خواهید داشت و متاعی تا روزی معین. ما چقدر وقت داریم رو بفرمایید؟ بله؟ یه صلوات خط کنیم. حالا اونایی که خسته شدن یه صلوات خط. اشتباه شما اینه که فکر می‌کنید بی خسته شدید من حرفمو تموم میکنه، ولی نه، حالا خیلی طول نمیدیم. من ادامه بدیم. خب من یه چند دقیقه میگم، بعد یه فرصتی هم برای سوال و جواب میذاریم، چون بحث معاد معمولا سوال برانگیزم هست. خب چی میگفتیم حالا؟ آها، بعد خطاب شد که ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. از این به بعد شما در زمین باید زندگی کنید، یه قرارگاهی اندک و به اصطلاح جایگاهی تا یه مدت معینی. مجدداً خطاب شد قال فیها تحیون، از این به بعد شما در زمین زندگی میکنید و فیها تموتون، در زمین میمیرید و منها تخرجون، از زمین خارج میشید. آیه روشن هست یا نیست؟ آیه این 25 سوره اعراف بود. آیه 55 سوره طه. در آیه 53 راجع به زمین بحث میکنه. بعد در آیه 55 میفرماید که قال،
فرمود که منها خلقنا کن، ما شما را از زمین خلق کردیم، و فیها نعید کن و منها نخرج کن تارتن اخرى، شما را از زمین خلق کردیم، در زمین شما را اعاده میکنیم به حیات، زندتون میکنیم، یه بار دیگه شما از زمین، شما را از زمین خارج میکنیم. صریح هست آیه یا نیست؟ و منها نخرجکم تارتن اخرى. پس زمین باید باشه، تحولاتی در زمین میشه که حالا توضیح میدیم. خورشیدم باید باشه چون قوام زمین به خورشیده، البته خورشیدم تحولاتی درش پیش میاد ولی از بین نمیرن، در منظومه ما تحولاتی میشه، به بقیه کائنات هم کاری نداره. هیچ آثاری در قرآن نمیبینیم، تو روایاتم من ندیدم، در قرآن مطمئنم که بگن عالم نابود میشه، کائنات به هم میخوره، 200 میلیارد کهکشان و بلکه بیشتر امروز میگن وجود داره به خاطر قیامت زمین، اینا رو خدا به هم میزنه. اگه گفته بود قبول میکردیم، ولی چنین چیزی نگفتن. قیامت منطقه ایست، به منطقه زندگی ما انسانها مربوطه، زمین و اطراف زمین منظومه دستخوش تحولاتی میشه. البته میدونم در این زمینه سوال پیش میاد، ولی فرصت هست ما تو سه شب دیگه رو اینا بحث کنیم، حادثه قیامت رو که چه اتفاقی میفته انشاءالله فردا شب به تفصیل بیان میکنیم و تعابیری که قرآن به کار برده اینا رو فردا شب عرض میکنیم، تعبیر نفخ در سور، سیحه، زلزله، قارعه، برق، بطش و تعابیری نظیر اینها، واقعه، حاقه، ساخه، تامه، زاجره و امثاله. متعادی 6 تا از این تعابیر، تعابیر متمایزی است که او 6 تا رو انشاءالله روش بحث میکنیم. به هر حال قیامت ما روی زمینه، ما از دل خاک بیرون میاد. در آیه 45 سوره قاف هم میفرماد یوم تشقق الارض عنهم سراء، زمین شکافته میشه، مردم شتابان از دل خاک بیرون میان. اینم 3 تا آیه. در آیه سوره زمر که الان داشتن نشون میدادن آیات مربوط به همین بحثه، بعد از نفخ سوره دوم میگن و اشرقت الارض به نور ربها. خب حالا این آیه که مقدمه بحث در سوره زمر من عرض میکنم، در سوره زمر قرآن یک فهرستی میده، شاید تنها جایی است که یه فهرست نسبتاً کاملی از مسائل قیامت داده شده و ما از اینجا شروع میکنه، و ما قدر الله حق قدره والارض جمیعاً قبضته یوم القیامه. کسانی که معاد را انکار میکنند خدای را آنگونه که باید نشناختند. واقعا هم اگر کسی خدا رو بشناسه به عدالت و به حکمت میتونه بگه معاد نیست. خدا مردم آورده توی دنیا، هرچی نعمت میده که پس میگیره، با مرگ همه چیز از دست انسان میره، جوانی میده پس میگیره. اگه قرار بود امکانات رفاهی رو بخوان عنایت کنن بعد درست درمون میشد. پس معلوم میشه اینجا یه دوره موقته. اگر معادی نباشه عدالت خدا زیر سوال میره، خب این ظالم و مظلوم چی میشه؟ اگر معاد نباشه حکمت خدا زیر سوال میره. میگه اونایی که قیامت رو انکار میکنن و ما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، در حالی که زمین در روز قیامت تماما در قبضه قدرت خداست و آسمانها پیچیده شده در دست او، یعنی بازسازی میشن کرات منظومه. حالا باید بحث کنیم اینا دو مرتبه تجدید بنا میشن، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه است و متعالی از آنچه که شرک میبرزن. خب این
بحث این آیه، آیه بعدش میره رو نفخ سور که انشالله حالا اگه آیه بعد رو لطف کنید بیارید. و نفخ فی سور آیه 68. در سور دمیده می شود. فصعق من فی السماوات و من فی الارض. تمام کسانی که در آسمان ها هستند و تمام کسانی که در زمین هستند مدهوش می شود. الا من شاء الله، مگر کسانی رو که خدا بخواهد. این یک نفخ سور، یعنی از اینجا نفخ سور اول رو میگن. در نفخ سور اول همه میمیرن، یعنی نسل آخر جمع میشه. ثم نفخ فیه اخرى، بار دیگری در سور دمیده میشود. فاذا هم قیام ینظرون، همه از خاک سر بر میدارند و صحنه محشر رو نظاره میکنه. فردا شب راجع به نفخ سور اول تا اینجا انشاءالله با اون آیاتی دیگه، صیحه و قارعه و اینا، بحث رو عرض میکنیم. حادثه مرحله اول قیامت توضیح داده میشه که از نظر قرآن چه اتفاقی میفته. یه صلواتی ختم کنیم. حالا بفرمایید. خواهش و سماوات و مطویات به یمینه. آسمان ها در دست خدا پیچیده می شود. در آیه دیگری توضیح می دن. به معنای از بین رفتن نیست. یه یوم نتو سما، سوره انبیاء، یوم نتو سما و کتی سجل لل کتب کما بدعنا اول خلق نعیدو. ما آسمانها رو میپیچیم مثل پیچیدن جلد نامه. در قدیم اینطوری بود دیگه، نامه رو میذاشتن توی جلد لوله پیچ، یعنی آسمان ها رو اینطوری دور هم میپیچونیم. با پیچاندن آسمان ها اینا رو بازسازی میکنیم که برمیگرده به کرات منظومه. اوناییشون که در حادثه اول قیامت از بین برن، اینا رو دو دفعه خداوند بازسازی میکنه. این را انشالله عرض میکنه. به دست قدرت. یمین یعنی دست راست، کنایه از قدرته. میگه مثلا مملکت در دست فلانیه، یا فرض کنید که دست او چنین و چنان. این معنی کنایی قدرت داره. بله، خواهش میکنم. نمیخوام همه موجودات حتی ملائکه ها چیز میشن، یعنی مرگ رو میبینن، نابود میشن، بجز فقط نفس خدا میمونه. در روایات او بحث، تو قرآن فقط همین جا رو داریم که فصعق من فصعق، مدهوش میشن. از موت فرشتگان در قرآن حرفی زده نشده، تو روایات ولی داریم. چرا؟ بعد از یه سوال دیگه، اسرائیل گیج نمیشه وقتی مرگ دست جمعی میشه؟ سوال قشنگی بود. آره، ببخشید. یکی از آیون علما هر وقت میخواست نام ببره میگفت حضرت عزرائیل سلام الله علیه، بعد میگفت که باش سر و کار داریم، باید هواشو داشته باشیم. حالا خلاص، البته عزرائیل تنها نیست، اعوان و انصار زیادی داره. هر یه آدمی ملائکه مأمور مرگ داره. جدا میگن برای پیغمبر اکرم شخصا اومد، برای همه شخصا نمیاد. بله. خداوند چرا شیطان آفرید؟ سوال چرا شیطان رو آفرید؟ فرشته ها رفتن از خدا پرسیدن چرا شیطان آفریدی؟ گفت قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. او راجع به حضرت آدم بود که فرشته ها پرسیدن، گفتن ده. چرا میخوای آدم رو بیافرینی؟ راجع به شیطان نه،
شیطان رو حالا بگید خدا چرا دستش رو باز گذاشت که انسان رو وسوسه کنه. درباره قوم سبا در سوره سبا داره که ولقد صدق علیهم ابلیس و زنه فتبعوه الا قلیلا من المؤمنین. شیطان اون تصوری که داشت که میتونه اینا رو گول بزنه واقع شد. بعد میگن که چرا دست شیطان رو خدا باز گذاشت. و ما کان له علیهم من سلطان. شیطان تسلطی بر بندگان خدا ندارد. الا لنعلم من یتبع او الا لنعلم من یؤمن بالآخرته ممن هو منها فی شک. فقط یه نکته هست، ما شیطان رو برای وسوسه گذاشتیم که اونایی که یقین به آخرت دارن حسابشون جدا بشه، اونا تحت وسوسه شیطان ایمانشون رو از دست نمیدن. اما اونی که شک تو دلشه، شیطان میاد یه خورده حرف باهاش میزنه ایمانش رو ازش میگیره. در زندگی دنیا امتحان جدی باید باشه. ای که در کنار هوای نفس انسان شیطانم هست و البته از یه جهت هم به نفع ماست، چون یکم امتحان سخت میشه نمره بالاتری هم ما میگیریم. اگر شیطان نمی بود خیلی ها به مقامات عالیه هم نمی رسیدن. زندگی دنیا رو خدا برای امتحانی آفریده. البته یه توضیح هم لازم داره، شاید توی بحثی من عرض کنم که منظور از این امتحان چیست. حال فعلا در همین حد اگه سوال بود مجددن بفرمایید من توضیح میدم. بله بله. زمین به هم میریزه و خب داریم سوره انفطار، سوره انشقاق، سوره نبأ. بعد این چجوری شما میفرمایید که در واقع به هم نمیریزه؟ این چجوری قابل تطبیق میشه؟ ببینید سوال رو توجه فرمودید، میگن در یک سری از آیات انشقاق انفطار آسمان ها رو داریم. اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت و امثال اینها. آسمان به معنای چیزی که بالای سر هست. درخت خرما رو قرآن میگه شاخسارش در آسمانه و فرعها فی السماء. ما یه تعبیر آسمان داریم که اون چه که بالای سر ماست. یه تعبیر هفت آسمان در قرآنه که این هفت آسمان چیزایی هستن که با زمین قابل مقایسه. شاید اگه فرصت بشه من توضیح عرض کنم، خصوصا اگر سوال باشه، که درباره هفت آسمان نظرات فراوانی داده شده. 16-17 مورد رو یکی از دوستان ما جمع کرده توی مقاله. تنها نظری که قابل تطبیق هست با آیات قرآن اینه که کرات منظومه شمسی بعد از زمین. چرا؟ در فضا بالا پایینی وجود نداره، ولی اگر ما یه مرکزیتی در نظر بگیریم بالا پایینی مطرح میشه. خورشید مرکز منظومه شمسی است. اولین مدار مال عطارده، بعد مال زهره است، پس زهره بالاتر از عطارده، مثل حلقه های پیاز. زمین سومین مداره یا سومین فلکی است که درش میچرخه، پس زمین بالای زهره است. تا اینجا آسمانی برای زمین نیست، چون اون دوتا کره پایین تر از زمینه. اولین کره ای که بالای سر زمینیان هست مریخه. مریخ میشه آسمان اول. یه کره ای بین مریخ و مشتری بوده، منهدم شده، آسمان دوم. بعد مشتری، آسمان سوم، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون. یه نظر اینه که منظور از هفت آسمان این هفت کرن که بالا سر ما، که یه جا قرآن میفرماید بنینا فوقکم سبعا شدادا، هفت پیکره محکم بالای شما قرار دادیم، چون او کرات خودش شدادن. یه جا میفرماید که خلقنا فوقکم، بالای سر شما خلق کردیم، سبع طرائق، هفت راه، هفت مدار. اینجا به مدار توجه میشه.
یه جا هم می‌فرماید که سبع سماوات طباقا، هفت آسمان طبقه طبقه. من در آیات قرآن دقت کردم، بقیه نظرات با یه آیه میخونه با یه آیه نمیخونه. تنها نظری که میشه منطبق باشه همینه. و قرآن وقتی داره این هفت آسمان رو میگه، چون اینا به ما مربوطن، به یه نوعی اینا پایگاه فرشتگان زمینی هن. حالا بحثای زیادیه اینجا. طبق این نظر وقتی قرآن از حوادث آسمان در قیامت سخن میگه، به اینا مربوط میشه نه به کائنات. و حالا این دیگه اگه لازم باشه بحث کنیم روشن میشه این انشالله. بله خواهش میکنم بفرمایید. احسنتم، همینطوره. ما در عالم ذره که بودیم، دنیا به ما عرضه شد با همه مشکلاتش، که یه دوره دانشگاهی است، دوره دانشجویی. خدا میخواد یه صحنه امتحان جدیدی تشکیل بده. همه موجودات عالم خدا رو بندگی میکنن. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن، آسمان های هفتگان خدا رو تسبیح میکنن، زمین خدا رو تسبیح میکنن، همه آنها که در آسمان ها و زمینند خدا رو تسبیح میکنن. بعد یه جا قرآن میگه و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ موجودی نیست مگر اینکه خدا را حمد میکند و تسبیح میکند، هر ذره ای، اما شماها تسبیح اونا رو نمیفهمید. همه اتم های بدن ما خدا را تسبیح میکنند. ما اگر تسبیح نکنیم، ما در جهت خلاف اونا میریم. همه دارن خدا را تسبیح میکنند. موجودات بسیاری سجده می کنند. علم تر ان الله یسجد له من فی آیه 12 سوره حج، من فی السماوات و من فی الارض. آیه قبل 44 اسراء بود، گاهی میگن شماره آیاتو بگید. این 12 حج. آیا نمی بینی که خدا را سجده می کنند موجودات آسمانی، موجودات زمینی؟ و شمس و القمر و النجوم و الشجر و الدواب، خورشید، ماه، ستارگان، گیاهان، جنبندگان و کثیر من الناس، اونا همشون تسبیح میکنن، سجده میکنن، یعنی خضوع. به انسان که میرسه میگه بسیاری از انسانها، نه همه انسانها، و کثیر حق علیه لازم. خب همه موجودات خدا رو عبادت میکنن. خداوند میخواست یک کلاس درس بالاتری تشکیل بده. چرا؟ موجوداتی بیان در زندگی دنیا هوای نفس بهشون داده بشه، شهوت داده بشه، غضب داده بشه، از اون طرف فطرت توحیدی به اینا داده بشه. دو گرایش، دو دسته گرایش در این هاست. یک طرف فطرت توحیدی الهی و میل به پرواز به سوی ملکوت که در همه ما هست، یک طرف هوا و هوس و شهوت و غضب و گیر افتادن در زرق و برق دنیا. یک امتحان سنگینیه. ملائکه بیش از ما خدا رو عبادت میکنن، اما این امتحان رو ندارن. ما اگر بخواهیم بنده خدا باشیم، خیلی جاها باید به نفسمون بگیم نه، خیلی از لذائذ رو چشم پوشی کنیم. خدا طالب این امتحان بوده، این امتحان کلاسش بالاتره. شیطانم برای همین گذاشتن که این رو دامن بزنه و ما آب دیده بشیم در مبارزه با شیطان. و آدم بعد از یه عمر یه دفعه به یه پاکی، تقوا، دیگه نفسش رو مهار کرده، شهوت رو مهار کرده. اشجع الناس من قلب هوا. این امتحان چون سخت بود پیشنهاد کردن، خیلی از موجودات نپذیرفتن، انسان پذیرفت. اگه قبول نمی کردیم ما رو به دنیا نمی آوردن. حالا من نظری رو، یه نظر تفسیری رو دارم بیان میکنم. و ما رو بی دلیل به دنیا نیاوردن، قبول کردیم. امانت رو بعضی از مفسرین گفتن همین دنیاست، ظرف امانته که توحید و ولایت و اینا همه اینجا مطرحه.
یعنی ما در یه دوره حساسی قرار داریم، خیلی هم ارزشمنده. با این نگاه دنیا یه دوره فوق‌العاده است، یه دوره دانشجویی است. درجات زندگی آخرت رو ما از دنیا با خودمون میبریم. البته در آخرت توسعه هست، هر کسی گسترش پیدا میکنه، اما در درجه خودش. یه کسی دیپلم میگیره دست از تحصیل میکشه، یه کسی فوق تخصص میگیره. اینا متوقف نیستن، هر دو مطالعه میکنن، اما او در رده خودش، او در رده خودش. ما درجات رو از دنیا میبریم، ولی هر کسی در درجه خودش توسعه پیدا میکنه. فقط یک مژده به اهل قرآن دادن در روایتی است که کسی که قرآن بداند، شاید قید عمل کردنم تو روایتی باشه و اهل قرآن باشه، روز در بهشت بهش میگن اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. راجع به هیچ چیز دیگه این نیومده. اگر کسی با قرآن مانوس باشه تو بهشت ممکنه درجاتش بالا بره، ولی بقیه درجات رو از دنیا میبرن، تو درجه خودشون توسعه پیدا میکنن، با ملائکه هشت رو هشت دارن و امثال این. این دوره رو به ما پیشنهاد کردن، ما پذیرفتیم، قبول کردیم، زحماتش هم قبول کردیم. دیدید دانشجو وقتی که کنکور میده، یا مثلا فرض کنید پا میشه یه سفری میاد از ایران به اینجاها که یه دوره تحصیلی بگذرونه، بهش میگن سختی داره ها، میگه باشه، میگن غربته، میگه باشه، میگن دوری از خانواده است، میگه باشه، میگن شب نخوابیدن داره، هرچی میگن میگه باشه. بعد که میاد یه مدتی درگیر میشه و تو زحمت میفته، گاهی یه دفعه احساس پشیمونی میکنه، میگه عجب غلطی کرد. ولی همون موقع هم اگر بخوان ازش پس بگیرن حاضر نیست. بارها من به نفس خودم عرضه کردم که حالا اگر این امتحانا سخته، خدا دوست داری تو رو مثلا به یک پرنده خوشگذرانی تبدیلت کنه، نه بهشتی باشه نه جهنم، تو دنیات هم خوش بگذرون. دیدم آدم راضی نمیشه، یه چند سباه عمر رو یه خورده مراقبت میکنیم، او بهشت رضوان عظیم الهی در جوار قرب خدا، مگه آدم خله ای رو دست بده؟ من خلاص. به هر حال این دنیا رو به ما پیشنهاد کردن، ما پذیرفتیم، دیگه هیچ جای چون و چرایی هم نیست. بله خواهش میکنم بفرمایید. خواستم بپرسم مثلا مرگ، میدونیم که بعضی آسون میمیرن، بعضی با بیماری و درد و رنج میمیرن. خواستم ببینم این چجوریه، اونا که درد و رنج میکشن، این در مثلا گناهشون میگن سبکتر میشه، در قرآن به چه صورت اومده؟ خیلی ممنون. هم در قرآن هم در احادیث بدون شک برای اهل ایمان مرارتهای دنیا باعث پاکی اونها میشه. خیلی از مشکلاتی که برای مؤمنین پیش میاد، نه همش، خیلی هاش هم باریست که خدا رو دوش آدم میگذاره که سالم برسونه، جایزه بگیر. اما یه سری از مشکلات به خاطر گناهانه. این مرحوم آشتجبلی خیاط خیلی اهل خدا بود، می اومدن پلوش میگفتن مشکل ما اینه، یه توجهی میکرد علتشو میگفت. یا آقای رستمی از شاگردان ایشون بود، الان دیگه شاید مرحوم شده باشه، من که دبیرستان بودم ایشون می اومد منزل ما و خیلی از آینه کوگویان آشرجبلی بحث میکرد. میگفت یه بار یه سیدی اومد به من گفت روز جمعه، گفت من دل درد مزمنی دارم، معالجات هیچ جواب نمیده. میگفت من گفتم که برو بلو آقا، تو خونه مرحوم آشرجبلی بود. این رفت اونجا به من صدا کرد، گفت میرزا مشتری بر ما میفرستی؟ گفتم اولاد پیغمبره. گفت چیه؟ این دل دردشو گفت. یه نگاهی کرد، گفتن که تو یک بار مادرت رو سخت آزردی و او نفرین کرده تو رو، این دل دردت ما رو اونه. بعد میگفت ازش پرسیدم چیه، گفت راست میگه، من سر ارث پدر یه زمینی بود به کلک دست مادر در آوردم. بعضیش نامردن دیگه. بعد خلاصه و این گفت دل درد مال اونه، تا او رو نری حلش نکنی میمونه، معالجه هم جواب نمیده. این مدل ها زیاد بوده. حالا یه سری از مسائل برای همینه، یعنی خداوند انسان مؤمن رو خیلی وقتا تو دنیا پاک میکنه.
حال کسانی که در اواخر عمر بیماری رو تحمل میکنن، غیر از این نیست. یه بنده خدایی بود، سید روحانی، خیلی آدم وارسته ای بود، خدا رحمتش کنه. این آخر عمر سکته مغزی که از زبونش بند اومد، 2.5 سال طول کشید و من احساسم این بود، این خانمشو خیلی میازرد، خیلی. نمیدونم چطوری میشه، بعضیا خوبن اما یه کرمی هم دارن، ولی چطوری آدم نمیفهم. به هر حال این انقدر موند تا خانمش گفت من دیگه راضی شدم از این همه، که بعد مرد. یعنی احساس من این بود که خدای رو نگهش داشت که او راضی بشه، بعضیا که آزرده بودن از او راضی بشه، پاک بشه و بره، چون آدم وارسته ای بود. اینا هست تو دنیا. اینه که نباید قضاوت کنیم یه کسی حالا با سختی میره بگیم پس این چنین و چنانه. خیلی وقتا لطف خداست، ما از پشت پرده خبر نداریم. اگه قضاوت خیر درباره مؤمنین داریم عیبی نداره، اما اگه یه وقت خواستیم حرف منفی بزنیم احتیاط کنیم. بله. ببخشید یه سوال دیگه داشتم، اینه که قیامت یک باره برای همه برگزار شده. همینطوره. بله. کسانی که به روایت به زبان ساده تر نفرهای آخر این دنیا هستن، اونها برزخشون به چه صورت میشه؟ احسنت. سوال دقیقیه. ببینید بین نفخ صور اول و نفخ صور دوم فاصله است. یک بار نفخ صور میشه همه میمیرن، بار دوم نفخ صور میشه همه زنده میشن. خود یه فاصله است. این فاصله رو در یک حدیث داریم 400 ساله. بنابراین همه برزخ دارن ولو شده 400 سال. آیا در برزخ زمان وجود داره؟ بله. منتها معیار زمان در برزخ با معیار زمان در دنیا متفاوته. ما الان در دنیا ثانیه ها رو حس میکنیم، دقایق رو حس میکنیم، در برزخ اینطور نیست. برزخ مثل خوابه، زمان خواب رو ما حس نمیکنیم مگر صحنه ای به ما نشون بدن. تا اون موقع که یه چیزی میبینیم زمان رو حس میکنیم، نبینیم حس نمیکنیم. در دوره برزخ بعضی ها در روایات داره برزخشون خیلی سریع میگذره، بعضی از مؤمنین پاک زیاد معطل نمیشن، خیلی سریع برزخشون میگذره. حالا در روایتی داره که مثلا حورالعینی میاد گلوبندی، یه متن یه روایت مضمون روایت، بر گلوی اوست دست میاندازه، این پاره میشه، دونه ها ولو میشه، تا میخواد دونه ها رو جمع کنه بهش میگن بلند شو قیامت. میخوام بگم چنین چیزایی در احادیث مطرحه. به هر حال برای بعضی ها زود میگذره، ممکنه 5000 سال بوده ولی خیلی کوتاه. برای بعضی ها طولانی میگذره، ممکنه اون 400 سال خیلی طولانی بگذره. بنابراین طول زمان بسته به اعمال اوست و به صحنه هایی که قراره به او نشون بدن. بله، خواهش میکنم. روح از بدن میره بیرون، میره در اختیار ملائکه، حالا یا در به درختی در بهشت منتقلش میکنن اگه آدم خوبی باشه، یا به جای دیگه، در اختیار ملائکه است. درسته؟ نه، در برزخ بل اجمال دیگه، مثلا مثل یه دستبندی میکنن، میگن اینا زندانی هن، اینا رو هم ببرید مهمانی. این طوریه، در حد محاسبات دقیق نمیشه ولی دستبندی میشه در برزخ. خب برای بعضی زمان طولانی میشه، برای بعضی کوتاهه. بله. یه سری هم در سلامتن. در آیات آخر سوره واقع قرآن سه دسته میکنه، مقربین در ناز و نعمت، اصحاب یمین در سلامت، اووریا در گرفتاری. ببخشید آقایان. احسنتم. ببینید ما امتحان رو قبول میکنیم دیگه، اینکه چه موقع و کجا امتحان بدیم این دیگه سوالای امتحانیست، دست خداست.
دانشجو میاد کنکور رو قبول میکنه که وارد بشه امتحان بده، اما دیگه تعیین نمیکنه که از کدوم صفحه از من سوال بگیره. سوال دست ممتحن. این که خداوند، ما تسلیم شدیم، گفتیم خدایا تو این دوره ما تسلیم تو آماده ایم. کی ما رو خدا به دنیا بیاره؟ تو کدوم محیط؟ فقیر باشیم یا غنی؟ ممکنه یه کسی بگه خدای من دلم میخواد منو به ثروت امتحان کنی، چرا به فقر امتحان میکنی؟ میگه او دیگه به دست تو نیست. امتحان، هر سوالی اومد باید جواب بدی. اگر ثروتمند شدی امتحان ثروتمندان رو بدی که اونا هم امتحان دارن دیگه. اگر فقیر شدی امتحان فقر رو بدی، و همش هم در پیشگاه خدا خوب است و پذیرفته. بنابراین اونا رو دیگه خدا باید تعیین کنه. یعنی ما باید تسلیم باشیم در برابر هر نوع سوال امتحانی. بله آقای دکتر، با توجه به اینکه مرسی خانی هم داریم، تذکر دادن دوستان اگه میشه سوالاتو بذاریم فردا شب و اینا، که باز ادامه داره که بذاریم. نه من نمیدونستم مرسی خانی هست. باش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. صلواتی.